شما طالبان و القاعده در برابر نیروهای خارجی و دولت افغانستان می جنگید، اما تفاوتهای شما با یک دیگر چیست و چی شباهتهای با هم دارید؟ ما در برابر اشغالگران و جنگ تحمیلی آنان مستقل از هم دیگر مقاومت می کنیم. هر یکی سیاستهای مستقل خود را دارد. حزب اسلامی سابقه خیلی طولانی تر از طالبان و القاعده دارد. عمر حزب اسلامی تقریبا 3 برابر عمر حرکت طالبان است. در مقابل کی می جنگید؟ شما و فرد ملت می داند که ما در برابر متجاوزین و اشغالگران می جنگیم. شما بیش از 30 سال است که می جنگید. دستاورد شما برای مردم افغانستان از این جنگ ها چه بود؟ اجازه بدید نخست پرسشتان را تصحیح کنم و سپس جواب آن را عرض کنم. بیش از 30 سال سپری می شود که کشور ما مورد تهاجم ابرقدرت ها و مؤتلفین منطقویشان قرار گرفتند. ملت ما با جنگ تحمیلی روبرو و به دفاع از دین و تن، استقلال و آزادی خود وادار شده. این جنگ را مسکو آغاز کرد و با واشنگتن به میراث گذاشت. پس از خروج نیروهای وارسا از افغانستان، ما با جنگ روبرو بودیم که مسکو و واشنگتن و برخی از همسایه های ما در عقب آن بودن و بران سرمایه گذاری داشتن و برای ادامه آن ائتلافی از گروه های مزدور درست کردند و به حمایت، توجیه و تمویل و تغذیه آنان پرداختن و مأموریت ادامه جنگ را به عهده این ائتلاف گذاشتن. من در تمامی این مدت در کنار مردمم قرار گرفتم و از کشور و مردمم دفاع کردم و تا زنده ام در کنار ملت مظلوم خود خواهم بود و اگر 30 سال دیگر نیز زنده باشم، مردم مظلوم خود را هرگز تنها نخواهم گذاشت. درباره دستاورد این مقاومت باید بگویم پرسش شما در این رابطه شبیه به پرسش خبرنگاری است که از یک تن مجروحین تظاهرات اخیر در بگرام پرسید. دستاورد تو و دیگران از تظاهرات در عکس العمل به سوزاندن قرآن در پایگاه بگرام و به دست سربازان امریکایی چی بود که بیش از 500 تن کشته و زخمی داشت و به قیام سراسری تبدیل شد و دامنی آن به تمامی ولایات کشید. خودت زخمی شدی و پدرت و دو برادرت به شهادت رسیدن. بگویید چه انتظاری دارید و پاسخ این مجروح چه خواهد بود؟ و میگوید من و تمامی کسانی که در این تظاهرات شرکت کردن، پرچم امریکا را با آتش کشیدن، سینه هایشان را سپر مرمی های سربازان ناتو و منیشه های مزدور افغانیشان کردن و به خاک و خون کشانده شدن، از عقیده و ایمان خود دفاع کرده ایم، به مقاومت خود تا زمان ادامه خواهیم داد که کشور ما آزاد شود و مقدسات ما از تجاوز بیگانگان مسئول گردد. ما امریکایی ها را چون روس ها از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد. میدانید تأثیر این تظاهرات تا چه پیمانی عمیق و فراخ بود؟ قصر سفید را بلرزه در آورد، فرعون زمان را با پوزش از افغانا وادار ساخت. اوباما مجبور شد بگوید تظاهرات اخیر در عکس العمل به سوزاندن قرآن توسط سربازان امریکایی نشان داد که باید جنگ افغانستان خاتمه یابد و سربازان ما به کشورشان برگردد. عظمت دستاوردهای مقاومت 30 سالی افغانا را کسانی درک می کنند که وجدان بیدار دارند
آزاد منشان لذت آزادگی را چشیدن از بردگی نفرت دارن، به قضایا از دیدگاه منصفانه می نگرن و به ارزش های معنوی باور دارن. مجاهدین به شما خواهند گفت کشور خود را از اشغال اتحاد شوروی آزاد کردیم، کمونیسم را به زبالدان تاریخ سپردیم، مسیر تاریخ را تغییر دادیم، امت اسلامی را بیدار کردیم، عظمت اسلام عزیز را به نمایش گذاشتیم، یک شیطان را راندیم و دیگری را به زانو در آوردیم. پس از راندن شیطان دومی، دیگر هیچ کشور دور و نزدیک هرگز جرأت نخواهد کرد بر کشور ما تجاوز کند و یا به کشور دیگری اسلامی نیرو بفرستد. زمانی که در رابطه با دستاوردهای مقاومت صحبت می کنیم، این را نیز باید در نظر داشته باشیم که پیامدهای عدم مقاومت چی می بود. آیا توجه دارید که در صورت عدم مقاومت در برابر اتحاد شوروی، افغانستان، منطقه و دنیا با چه واقعی روبرو می شدند؟ افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه جزء اتحاد شوروی می گرید، پس بند نامهای افغانان نیز وف می شد. روزها با آبهای گرم می رسیدند، در ایران حزب کمونیست توده با قدرت می رسید، پاکستان تجزیه می شد، کشورهای خلیج به سرنوشت عراق، سوریه، یمن و سودان مواجه گردیدند و کمونیست های وابسته به مسکو از طریق کودتاهای عسکری به قدرت می رسیدند. و امثال اینها مقاومت افغان ها از وقوع این فجایع معنی شد. یقیناً که تمامی دنیا مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان مرهون و مدیون قربانی های افغان ها. اگر مقاومت ما در برابر امریکایی ها نمی بود، ایران مدت ها قبل به سرنوشت عراق مواجه می شد. روابط شما با طالبان و القاعده چگونه است؟ ما با طالبان و القاعده روابط خاصی نداریم. چه می خواهید؟ آرزویم آزادی کشور، حکومت اسلامی منبعث از اراده مردم، عزت و سربلندی ملت است و این همان چیزی است که هر افغان مسلمان می خواهد. چقدر در افغانستان نیرو دارید؟ باید بگویم که نیروی رزمی ما انقدر است که در برابر 150,000 سرباز تا دندان مسلی ناتو بیش از 10 سال مقاومت کرد و آنان را وادار کرد تا به شکست خود اعتراف کنند. مهم این نیست که یک حزب چقدر نیروی جنگی دارد، مهم این است که نیروهایش را در کدام جهت به کار می گیرد، در دفاع از حق یا حمایت از باطل، در یاری با مظلوم و یا همنوایی با ظالم، در کنار دشمنان حق و عدالت و متجاوزین قرار گرفتن و یا مدافعان حق و عدالت. ارزش های بلند معنوی باور دارد و با آن متعهد است و یا منکر آن. باید عملکردها و سیاست های یک حزب را ملاک قرار داد و درباره آن قضاوت کرد. خوب است درباره نیرومندی و قدرت حزب اسلامی در گذشته از روسها بپرسید و اکنون از امریکایی ها. شاید آنها بتوانند معلومات دلخواهتان را فراهم کنند. ریاست امنیت کابل که همان خاد قبلی است نیز میتواند شما را کمک کند. این ریاست همواره به حکومت و سفارت امریکا را پور میدهد که دشمن اصلی حزب اسلامی است و 80% مجاهدین یا مستقیماً به حزب اسلامی مربوطند و یا سابقی حزبی دارند. و اگر شما سری به جبهات جنگ بزنید و یا به پوهنتونها و مؤسسات علمی کشور بروید و از مجاهدین و جوانان بپرسید که با کدام حزب همدردی دارند، انشاءالله پاسخ روشن خواهید یافت. ورنه صبر کنید تا پس از آزادی کشور انتخابات برگزار شود
و فیصدی نفوذ هر حزب روشن شود. یکی از والیها در شمال که قاتل ده ها شخصیت مهم شمال و در خدمت امریکایی هاست و به همین دلیل ریاست جمهوری کابل با وجود بغاوت های مولن او از عزم و تبدیلیش عاجز است. در چندین سخنرانیش گفتم دولت در شمال با مخالفت حزب اسلامی روبرو است، نه گروه دیگر. منابع کمکی شما کی ها هستند؟ سلام، مهمات، غذا و دیگر مصارف را از کجا می کنید؟ ما با اعتماد به نصرت الهی این جهاد را آغاز کرده ایم. خدا را برای خود کافی می شماریم. به درگاه دیگری چشم طمع و امید نداریم و در روی زمین جز افراد مؤمن و مجاهد منبع دیگری نداریم.